این سوال دقیقا از آزمون پارسال مازه، پروژه شیمی ماز. تنها مؤسسه ای که از بحث محدود کننده پارسال سوال داد به جرأت میشه گفت ماز بود توی نزدیکای کنکور، و این همین سوال نه حالا دقیقا از لحاظ واکنش و اینا، از نظر بحث محدود کننده ما دیدیم توی کنکور هم سوال اومد، ولی وقتی من این آزمون رو این سوال رو تو آزمون دادم کلی از بچه های قور زده بودن، گفته بودن چرا از محدود کننده سوال دادید، اسمش هم رفته بودن تازه یاد گرفته بودن. از محدود کننده تو کنکور در این قالب سوال اومد امسال. سوال رو بخونین، من یه توضیح راجع به واکنش دهنده محدود کننده بدم، بعد سوال رو حلش کنیم. جرم نیتروگلیسیرین اصلا نیاز نیست حفظ باشید، اصلا نیتروگلیسیرین شما اسمش هم نیاز نیست بدونین، حتی واکنش تجزیه‌اش هم نیاز نیست حفظ باشید. بعضی از دوستان تو کتاباشون مینویسن ولی اصلا شما هیچ جای کتاب درسی اسمی از نیتروگلیسیرین نمیبینین، اصلا 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 همچی چیزی وجود نداره. N2O5 همه پیونداش یگانه نه نیست، مثل همین دقیقاً N2O4. بازم راجع به نیتروگلیسیرین گفتن، نیتروگلیسیرین بچه ها نیاز نیست واکنش شما تا حس باشید، اصلا ایمان نظام قدیمه، هر جا هم تو کتاب ها میبینین جز چیزای غیر ضروری، اصلا نیاز نیست حفظش باشید. خب بریم سراغ این سوال. اول من راجع به واکنش دهنده محدود کننده بگم. بچه ها ببینین، ما واکنش دهنده هامونو وقتی وارد یه ظرف میکنیم میتونیم به نسبت استوکیومتری با هم دیگه مخلوطشون کنیم. مثلا فرض کنیم میخواد هیدروژن با اکسیژن واکنش بده، خب ما میتونیم 2 مول هیدروژن رو به اضافه 1 مول اکسیژن بریزیم تو ظرف، تبدیل بشه به 2 مول H2. اینجا هیچ واکنش دهنده اضافه و محدود کننده وجود نداره، جفت واکنش دهنده ها مصرف شده. حالا اگه واکنش رو اومدیم با 2 مول هیدروژن به جای 1 مول اکسیژن 2 مول اکسیژن وارد ظرف کردیم، اینجا دیگه هیدروژن رو میشه محدود کننده. یعنی چی محدود کننده؟ یعنی که واکنش انجام میشه، کل هیدروژن مصرف میشه، 2 مول آب تولید میشه، 1 مول اکسیژن هم مصرف میشه، 1 مول اکسیژن توی ظرف باقی میمونه. بحث محدود کننده یعنی همین. شما هیچ اسمی از محدود کننده ندارید، نیاز نیست محدود کننده رو توی واکنش تشخیص بدید، مربوط به نظام قدیم بود، تو نظام جدید ما همچین چیزی نداریم. ولی یه جایی مثل همین سوال بهتون میگن اینقدر از فلان ماده با اینقدر فلان ماده واکنش داده، مقدار اضافی از این ماده با چند گرم از فلان ماده مثلا واکنش میده. دیگه اینجا سوال بهتون گفته چه ماده ای اضافه اومده، این دیگه خارج از درس کتاب درسی در واقع نظام جدید نیست، با اطلاعات درسی کتاب نظام جدید میشه به راحتی حلش کرد. این سوال هم دقیقا عیناً گفتم از پروژه پارسال مازه، بچه ها اینو نزدیکی های عید حل کردن، بچه های کنکور 99 که پروژه شیمی ماز رو در واقع شرکت کردن. نوشتن نیتروگلیسیرین تو تمرینات کتاب درسی هست، ولی دوستان اسمش نیومده، نیاز به حفظ کردنش نیست. تو کنکورتون اگه دادن از نیتروگلیسیرین چیزی بیاید دیگه دادیان فرد بهمون گفته حفظ نکنید، نیاز نیست بلدش باشی. خب بریم سراغ اینجا. گفته مطابق تصویر جرم برابر از گازهای N2 و H2 وارد مخزن میکنیم، وارد این مخزن واکنش ها میکنیم تا به طور کامل با هم دیگه واکنش بدن. بازم میگم اینجا گفته واکنش کامله، میدونیم که در شرایط استیپیو اینا نیستا، ولی گفته سوال واکنش کامله، ما هم کامل در نظرش میگیریم. خب در مرحله بعد گاز هیدروژن باقی مونده، یعنی گاز هیدروژنی که اینجا هست رو خارج میکنیم، میبریم در حضور اکسیژن میسوزونیم این گاز هیدروژن رو. حالا اگه جرم آبی که بر اثر این فرآیند تولید میشه انقدر باشه، حجم گاز آمونیاک چقدر بوده؟ یعنی ما اینو میخوایم، خواسته سوالمون اینه، خواسته دیگه سوال نداره، سوال تک قسمتیه. خب مجددا گفتیم عدد میذاریم، فکر کنید ببینین کدوم عدد اینجا بذاریم کافیه، یعنی بهترین عددی که میتونیم بذاریم چیه. جرم مولی نیتروژن 28، جرم مولی هیدروژن 2 هست. بچه‌ها یه عددی باید بذاریم که بر جفتش بخش پذیر باشه، تا جای ممکن کوچیک باشه، محاسباتمون رو راحت بکنه. میگیم 28 گرم نیتروژن، 28 گرم هیدروژن وارد ظرفمون شده، دقیقاً اینجا همینه. 28 گرم، راحت ترین کار همینه، راحت ترین عددی که میشه گذاشت همینه، که این میشه 1 مول، این میشه 14 مول. خب حالا واکنش فرایند هابر اینجوریه، N2 به اضافه 3 تا H2
میدهد دو تا انهاش سه. رو این واکنشمون میخوام ببینیم در واقع حالا چقدر از هیدروژنمون مصرف شده به ازای مصرف یه مول نیتروژن. یه مول نیتروژن مصرف شده، طبیعتاً سه مول هیدروژن مصرف میشه، دو مول آمونیاک هم تولید میشه. پس میتونیم رو شکلمون اینجوری بنویسیم. اینجا از 28 تایی که بوده کلش مصرف میشه، پس این کلش مصرف شده. اینجا دو مول NH3 که دو مول NH3 NH3 جرمش 17 است، دو مولش میشه 34 گرم. که حالا اصلا اینجا آخر کار حجم رو از ما خواسته، همون مولو بنویسیم. دو مول آمونیاک تولید شده. خب حالا هیدروژنمون 14 مول بوده، سه مولش مصرف شده، پس مونده 11 مول. 11 مول H2O هم اینجا تولید شده. خب حالا گفته H2Oمون رفته تو حضور اکسیژن سوخته، واکنش سوختن هیدروژن میشه H2 به اضافه O2 دو تا H2 میده دو تا H2O به ازای هر دو مول هیدروژنمون اینجا 36 گرم آب تولید شده بچه ها، به ازای هر دو مول هیدروژن. پس اینجا میتونیم بگیم اینجوری دیگه، دوباره باز یه نسبت ساده بنویسیم، بنویسیم دو مول H2 دو مول H2O متقابلن. حالا اگر شد 11 مول H2 اینجا میشه 11 مول H2O. این مقدار ایکسمون بود در واقع. بچه ها یه نکته محاسباتی خیلی ساده، شاید خیلی هاتون بلد باشید، ضرب 11 ضرب در عددهای دیگه، هر عددی رو خواستید تو 11 ضرب بکنید عدده رو می نویسین، فقط وسطش فاصله می دارید، دوتا رقمش رو با هم جمع می کنین اون وسط می نویسید. مثال براتون می زنم، می خواهیم ببینیم جرم H2Oمون چقدر بوده دیگه، چون آخر کار تو صورت سوال به ما جرم رو داده، گفته 99 گرم H2O تولید میشه. گفتیم 11 مول H2O ضرب در 18، تکنیک محاسباتیمون 1.8 رو می نویسیم، 9 رو میاریم میندازیم وسطش، میشه 198 گرم آب تولید شده. یعنی به ازای اینجا تبدیل میشه به 198 گرم H2O. خب حالا بیایم یه ریویو بکنیم سیستمی که اینجا نوشتیم. سیستم خیلی جالبی بود. گفتیم 28 گرم هیدروژن وارد مخزنمون شده، 28 گرم نیتروژن، 28 گرم نیتروژن کامل مصرف شد، 2 مول آمونیاک برامون تولید کرد. 28 گرم نیتروژنه که 14 مول نیتروژن بود، 3 مولش مصرف شد، 11 مولش خارج شد، 11 موله بهمون داد 198 گرم H2O. این در شرایطی بود که 2 تا 28 گرم وارد مخزنمون شده باشه. حالا اینجا تو سوال مگه نگفته 99 گرم؟ 99 نسبت به 198 خیلی واضحه که دیگه میشه 1/2 دیگه، این از 100 یه دونه کمتر داره، اینم از 200 دو تا کمتر داره، پس میشه 1/2 برابر. پس میتونیم بگیم واکنش سوالمون همین چیزی بوده که اینجا نوشتیم، همه رو ضرب در 1/2 فقط باید بکنیم. یعنی میتونیم بگیم اول کار 14 گرم هیدروژن وارد مخزنمون شده، با یه رنگ دیگه بنویسیمش، اول کار 14 گرم هیدروژن وارد مخزنمون شده، 14 گرم نیتروژن وارد مخزنمون شده، اینجا 1 مول آمونیاک تولید شده، اینجا 5.5 مول هیدروژن اضافه اومده و اینجا هم 99 گرم آب تولید شده. شد دقیقا همون داده های سوال. مقدار ایکسمون هم اینجا بود، 1 مول آمونیاک تولید شده، میشه گزینه 4. سوال سختی به حساب میاد، ولی اگر تو ذهنتون همه چیزایی که من گفتم رو بخواید انجام بدید، بیشتر از 1.5 دقیقه ازتون وقت نمیگیره. سوالی که خیلی ها شاید ولش کنن. این سوال هم درصد پاسخگوییش تو کاغذی که به من دادن 36%، ولی 26% از بچه هم دادن گزینه 1 متاسفانه، که غلط بوده، گزینه 4 میشه درست.